درود بر شما. چند نفر از بینندگان بزرگوار پیام دادن بر من که چجوری ما باید اینورتر موج سینوسی بسازیم. برای ساخت اینورتر موج سینوسی شما باید از یک ماژول استفاده کنید. اسم ماژول هست EGS202. تمام مستندات و شماتیک ها در نت وجود داره. من در حال حاضر این ماژول رو موجود ندارم. شما میتونید این ماژول رو از وبسایت کافه ربات تهیه بفرمایید. به کمک این ماژول شما میتونید خروجی رو تبدیل به موج سینوسی کنید که برای وسایل موتوردار مناسبه. برای این ماژول ویدیوهای زیادی ساخته شده. شماتیکش هم موجوده. بس میتونید سرچ بفرمایید و در صورت تمایل مشاهده کنید. حالا من میخوام چند تا آزمایش انجام بدم. به کمک فانکشن جنراتور، اسیلوسکوپ و مولتی متر آنالوگ. منبع تغذیه روی 3.7 ولت، شبیه یک باتری معمولی. حالا میخوام دوربین رو به طرف مدار بچرخونم. بس دیگه فانکشن جنراتور در ویدیو دیده نمیشه. این همون مداریه که در ویدیوی پیش ساخته بودیم. میخوام ولتاژ بیس، فرکانس و دیوتی سایکل رو تغییر بدیم تا ببینیم در روشنایی لامپ چه تأثیری میذاره و همچنین ولتاژ خروجی چقدره. آیا مدار تو هر فرکانسی میتونه کار کنه یا نه؟ این یکی از اصول ساخت مدارات سویچینگ هست. فانکشن جنراتور روشن میکنه. ولتاژ ورودی 3.7 روی مولتی متر آنالوگ شما ولتاژ رو میبینید. در حالت AC هستم، روی 1200 ولت گذاشتم. شما صدای سوت رو میشنوید. صدای سوت همواره وجود داره تو فرکانس های مختلف، ولی گوش ما قادر به شنیدنش نیست. وقتی فرکانس به جایی برسه که گوش ما بتونه بشنوه، ما صدا رو خواهیم شنید. الان فرکانس روی 10 کیلوهرتز است. چند تا مؤلفه رو میخوام تغییر بدم. فرکانس، دامنه و دیوتی سایکل. بس شکل موج رو میبرم در حالت مربعی. الان با فرکانس 10 کیلوهرتز لامپ روشن شده. شما ولتاژ رو در اینجا میبینید. میزان جریان کشی 28 صدمه. حالا فرکانس رو به آرامی بالا میبرم. میخوایم ببینیم که آیا در فرکانس های بالاتر نور بیشتر داریم یا نه. 20 30 40. پس الزاماً بالا بردن فرکانس نور بیشتری به ما نخواهد داد. برش میگردونم روی 20 کیلوهرتز. حالا میخوام ولتاژ بیس رو تغییر بدم. در ویدیو قبل مقاومت گذاشتیم. به کمک فانکشن جنراتور من میتونم دامنه ولتاژ رو تغییر بدم. الان روی 5 ولته. ولتاژ رو بالا میبریم. میخوام ببینم نور لامپ بیشتر میشه یا نه. تو اسیلوسکوپ هم میتونید مشاهده بفرمایید. 6 ولت، 7 8. توجه بفرمایید، از 8 ولت رد شدم، دیگه نور لامپ داره اضافه نمیشه، یعنی ولتاژ اضافه رو بیس تأثیری نداره. ولی به چه شرط؟ در فرکانس 20 کیلوهرتز. بازم بالاتر میبرم. الان 16 ولت روی بیس دارم. هیچ تغییری نکرد. روی 15 ولت روی بیس میمونم. حالا فرکانس رو میخوام تغییر بدم. 20 کیلوهرتز هست. 30. دوباره کاهش میدم. حالا میبرم 21. دارم افزایش میدم. نور لامپ داره کم میشه. کاهش میدم. روی فرکانس 15 کیلوهرتز بیشترین نور رو دارم. دوباره دامنه ولتاژ رو روی بیس کاهش میدم. 11 ولت. در اینجا حدوداً 10 ولت. نور بیشتری دارم. به جریان کشی منبع تغذیه توجه بفرمایید. ولتاژ خروجی هم دارید در اینجا میبینید. حالا میخوام فرکانس رو خیلی بالا ببرم. میبرم روی 100 کیلوهرتز. الان 115 کیلوهرتزه. ولتاژ بالا رفته، نور لامپ کم شده. یعنی بار نمیتونه این ولتاژ رو مصرف کنه چون فرکانس بالاست. بازم فرکانس رو بالاتر میبرم. 215. مداری که داخل این لامپ قرار گرفته توی این فرکانس خوب عمل نمیکنه. اگر فرکانس رو مگاهرتز ببرم. اول دامنه ولتاژ رو کم کنم. حدوداً 5 ولت. حالا فرکانس رو میبرم رو مگاهرتز. الان 2 مگاهرتز. 3 مگاهرتز.
دقت بفرمایید، مدار دیگه نمیتونه کار کنه. حالا دوباره دامنه رو بالا میبرم. هیچ تغییری نکرد. پس الزاماً بالا بردن فرکانس و ولتاژ بیس تأثیری در خروجی نداره. تمام اینا باید محاسبه بشن یا با آزمون به دست بیان. چجوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من سویپ فانکشن جنراتور رو شرح دادم تو فیلتر پایین گذر. بس لازم نیست ما به صورت دستی فرکانس رو تغییر بدیم. خود فانکشن جنراتور میگرده و بهترین فرکانس رو به ما میده. دوباره فرکانس رو کاهش میدم. روی 16 کیلوهرتز. به جریان کشی دقت بفرمایید. دوباره دامنه ولتاژ بیس رو میخوام کاهش بدم. حدود 8 ولت. حالا میخوام دیوتی سایکل رو تغییر بدم، یعنی این بخش، میزان زمانی که ترانزیستور روشن میمونه. دیوتی سایکل روی 50 هست. 60 70 80. دوباره کمش میکنم. روی 70% بیشترین نور رو دارم در فرکانس 16 کیلوهرتز. حالا دوباره فرکانس رو تغییر میدم. تغییری در نور لامپ نیست. کاهش میدم. روی 14 کیلو نور لامپ کم شد. جریان کشی هم بالا رفت. دوباره دیوتی سایکل رو کاهش میدم. 30%. خب همونطور که دیدید الزاماً بالا رفتن دیوتی سایکل باعث نور بیشتری در لامپ نشد. حالا به چه دلیل این آزمایشات رو انجام میدم؟ وقتی که ما میخواییم یک مدار رو آماده کنیم، به تمامی این اصول باید دقت کنیم. همیشه ولتاژ اضافه یا فرکانس بالا یا دیوتی سایکل بالا سبب کارای بهتر مدار نمیشه. پس اگر بخواید مداری بسازید که در دراز مدت کار بکنه، حتما باید این نکات رو دقت کنید. بهترین روش برای پیدا کردن فرکانس، ولتاژ و دیوتی سایکل استفاده از فانکشن جنراتور و گزینه سویپ هست. به کمک گزینه سویپ شما میتونید تمامی عملکردها رو به صورت خودکار انجام بدید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.